سلام علیکم دوستای عزیز، وقتم بخیر. امیدوارم حال همگیشم خوب باشه، جور تیار باشین. امروز ما و نسیمه، بله، دینزی روزی آفتابی و گرمی زمستانی، زیاد گرم هم نیست، یعنی کم و توم گرم است، ابری هم است، هوا خدا نکه هم بارش هم بباره. این اینجا شتیم در مستیج همیشگی خو و آو جوش مخریم. نسیمه بازم آو جوش آورده. بشینیم قصه کنیم، اختلاط کنیم، گپ و گفت کنیم تا که بیتنیم دوستای بهتر، زیادتر و رفیقانه تر باشیم. سلام دوستا، البته اینجا خود صبح، شما در جایی که هستین وقتیم بخیر باشن. امیدوار هستم که تن سالم و دل خوش داشته باشین. دل خوش، بله. چی چیز مهمتر از دل خوشی میتونه در زندگی آدم باشه نسیمه؟ هیچ چیزی. وقتی که دلت خوش نباشه، هر چیزی هم که برابر و مهیا باشه بازم هیچ. تو می خوشی خرنه؟ خوشی که خیلی آدم ها گم شده، خیلی آدم ها هسته. تو امی خوشیخ را حاضری در دنیا در بدل چی چیزی تبادله کنی؟ نه کم فکر کن. نه گاهی وقت آدم حس فداکاری در وجود آدم زنده میشه. چرا؟ روحی فداکاران در تو وجود نه. در هر کسی که وجود داشته باشه خوشی چی که آدم ها صد جان غرفیدان هست، خوشی چی هست نسیمه؟ خب نه، منظور ای که تو خوشی خرا درسته با دوستای مثلا تقسیم کنی یا مرقم کلی تقسیم، نه از خوشی خوب به نفع یک نفر دیگه بگذری تا که یک نفر دیگه خوش باشه. تو حاضری از خوشی خود خو به نفع یک غمی کسی دیگه، رنج کسی دیگه، یا یکی که در زندگی از او خوشی بری. ولی من یک برداشت دیگه کردم، فکر کردم که یعنی خوشی های است چقدر ارزش داره در مقابلش مثلا چه چیزا میگذری. منظور ما ورخم فکر کردم، ولی آدم وقتی که یک دوست خوب داره در زندگی خو و همچنان فامیلش بلدش خیلی ارزش داره و بلده خوشحال است و حاضره که مثلا از بعضی از منافع خود خو از بعضی از خوشحال است خود خو بگذره تا که اونا هم خوش باشن، ایش ارزش داره. من این رقم فکر نم دوست عزیز من سر نسیم هستی بیچید. من گاهی وقت پیش از خود خیلی رقم فکر نم ایرم قدر شما مگیم نمفهم که چی تعداد از دوستا و رفقای ما میرخن فکر نه. من فکر نم که اگر ما و شما خصوصا جامعه افغانی دینی حدی از تکامل برسیم که بتونیم از نفع از خود خو به نفع یک هم نو خو به نفع یک هموطن خو، اگر خیلی انسانی فکر کنیم به نفع هم نو خو به نفع بشریت تیر شونیم، به نظرم سطح عالی از تکامل اجتماعی است. یا به عبارت نسیمه تر، یکی یعنی ما وطندارا، ما انسانا، یعنی در دو حدی از شعور برسیم که گاهی وقت از خوشی از خود خو برای خوش کردن دیگرا، خوش کردن دیگرا تیر شنیم، خود خو ارجحیت ندیم، یعنی از خود پسندی، از خود برتر پینداری به اصطلاح تیر شنیم به نفع یک وطندار خو، به نفع یک انسان خو. من فکر کنم اون روز یک روزی بسیار خوب خواهد بود اگر که ما به اون مرحله برسیم. امیدوار هستیم که مرقم شونه و جوانا و کلگی مرقم یک فکر داشته باشه و حاضر شونه از چیزی که باعث خوشحالی است خوش میشه، از چیزی که برایش منفعت داره از او بگذره تا یک قش دیگه یا یک تعداد دیگه، یعنی به او آرامش برسه، به او خوشی برسه. فکر کنم بسیار، یعنی مرحله بسیار عالی است و امیدوار هستیم که همون چون روزی هم برسه. خدا کنه. ولی واقعیت های تلخی که در جامعه که ما زندگی نم، در افغانستانی که ما زندگی نم، واقعیت های تلخی که وجود داره ای است که به ندرت کسایی که در یک مرجع بلندتر است، کسایی که قدرت تصمیم گیری داره، کسایی که میتونه روی دیگرها تاثیر گذار باشه، اینا به ندرت اقدام منه به ای که نفع دیگرها را هم در نظر بگیره و جامعه هم حد اکثر مردم جامعه متعصب است. مثلا شما تصور کن که آمریکایی ها ناسا تلسکوپ جیمز ویب رو در فضا ارسال نکن تا اولین چشمک زدن ستاره ها رو ثبت کنه، ولی در این طرف ما به این فکر نیم که تو لباس اسکیر پوشیدی و لباس اسکیر نپوشیدی. خب مانایش یه که ما هنوز در او سطحی از تکامل و یعنی در سطح در او سطحی از تکامل بلندی نرسیدیم که ما بچه سای خیلی خیلی بلندتر فکر کنیم. البته در جمع افغان فریم ما دوستای خیلی خوب و صمیمی داریم، کسایی که با تعصب نگفتن، کسایی که خیلی انسانی فکر نه و ما همیشه
از اونا کامنت های بسیار خوب مثبت میگیریم و انرژی میگیریم از شما. به مخاطر ما جمعی افغان فریم را، ما نسیمه رعوف سهیلا و تمام مخاطبای افغان فریم را خانواده سبز افغان فریم میگیم و با افتخار میگیم. بله دقیقاً دوستا، بسیار همین کامنت های شما ما وقتی بخونی واقعا بلدیز ما یک انرژی یک حالت بسیار خوب را میده و ما واقعا زیاد خوش میشی و یکی بسیار انرژی میگی و مرقم از نظریات خوب شیم. بسیار زیاد تشکر. در جمع خانواده سبز افغان فریم دیرو، البته خیلی وقتی که مردم بالون سید جاویدشاه عالمی، یک دوستی بسیار خوب و کسی که ذوقی ادبی و شاعرانه هم داره، ما اگه صدام رو میشنه ما بخشید میگیم که هم پیاله مایی چون ما هم خیلی ادبیات و شعر علاقه دارم. دیروز یک تکه خیلی خوب شده جور کرد، کامنت کرد بخشی از ما که دمو لحظه ای که ما کامنت خواندم خیلی خیلی همی حسی خوب و مثبت همی گرفت، یا بهتر بگیم که از قلبم شروع شد و کل جانم را گرفت دیگه. ما بخشش اونو شعری آقای سید جاویدشاه عالمی رو بخشش میخوانم که یک ترکیب خیلی قشنگه. گفته که یک شعر محلی تقدیمتان. بسیار خوب. شما سه تا عجب زیبا کلامید، در بین جاغوری هر سه مثالید، رعوف جان شجاع و غیرتیم و رحمت جان خوش کلام و عزتیم و نسیمه با سلیقه پاک و زیبا. دیگهش نسیمه بخشش مگه کند روشن وطن و دهکده ما. قص قشنگ بودی. آره. بسیار زیاد تشکر آقای عالمی از این شعر بسیار قشنگ تو واقعا وقت که ما هم خواندم و رقم بلده رحمت کامنت کدوم گفتیم چقدر یک شعر قشنگ و تصمیم گرفتی که در برنامه اما رقم بخوانی. بسیار خوب شد. آره. و در پالی از این ما بعضی کامنت های دیگه هم گفته دیوایی بود که پرسیده بود که در مورد تحصیلات و سطح سواد خوب بخشی از ما بگین و به می خاطر مو نسیمه امروز در مورد هم قدر شما گپ میزنی، ولی ای که نسیمه در کجا و چقدر درس خوانده این حال بخشی شما گه. خب دوستا، دوره مکتب را که بعد از یکی تمام کردم و بعد از سپری کردن امتحان کنکور دیگه خوشبختانه بگویم یا متاسفانه بگیم، البته باید خوشبختانه بگیم چون دوره خیلی خوبی بود، در انستیتوت مسلکی تجارت شهر کابل ما کامیاب شدم دیگه، یعنی تحصیلات نیمالی مدت 2 سال ما در انستیتوت مسلکی تجارت درس خواندم و یعنی خوب بود در سطحی که مو مثلا کسایی که در دهات بگیم یا در ولسوالی ها بگیم وقتی درس میخوانه بعد از یک مورد یک محیط دیگه در یک جامعه دیگه یک نوع تغییرات یک نوع چی بلدش هسته یک چیز متنوع تر دیگه و او سطحی بود که از مکتب کده کم والاتر بود و کم تفاوت هایی هم داشت. خب مدت 2 سال هم در اونجا خواندم با تجربیات و اتفاقا و خاطراتی که داشتیم، بعد از او خواستم که امی رشته تقریبا نیمالی را کامل تر کنم، یعنی برای ادامه شی رفتم در تحصیلات عالی. یک لحظه نسیم، قبل از اینکه تو تحصیلات عالی بری من یک سوال در ذهن اومدی که تو گفتی متفاوتر بود، یک تجربه متفاوتر، یک محیط متفاوتر، نه اینا لی دقیق منظور چی هست؟ مثلا محیط، صنف، استاد، محتوای آموزشی، تجربه شخصی که خود تو داشتی، برخوردهایی که میدیدی، یعنی چقدر متفاوت بود از اینکه تو مثلا در جاغوری در سنگ ماشه درس خواندی یک دفعه رفتی مثلا در کابل در یک محیط آموزشی جدیدتر. دقیق بخشی از ما بگی که بخشی کل لگی بگی که لطفا با مثال واضح سازید قبل از اینکه وارد تاثیرات حالش نی. و خب تغییرات دایی بود که مثلا سنفای مختلط بود، بچه و دختر باید یک سنف درس مخوان چون قبلا ماده جاغوری هیچ مثلا سنفای مختلط را نداشتم قنجره بچکو، ولی یک به مدت چند ماه یم دوره آمادگی کنکوری که بود با بچه دیگه و وقتا می رقم بود حالت که مثلا مو مثلی که در اونجی که وقتی که دانستود ما رفتم گروهی از بچه و دخترها رو مثلا میدیدم با هم دیگه میشتن قصه میکردن و حتی یک جای نان میخوردن با هم دیگه، مثلی که چند دختر در گروه میشه و نقل منه و قصه منه و با هم دیگه دوستم. ما مرخمی مثلا ارخم یک حالت در اینج ندیدم و ارخمی صمیمی و دوستان هم مثلی که اونا بودن
قد بشکر نبودی واقعیت چی؟ آره. ولی در محیطی که ما رفتم مثلا چون اونا کسایی بودن که گفتیم مردم ها شهری بودن و در شهر زندگی کردن و اون محیط یا بگیم مفکرهای دو متفاوتر بودن و با بچه ها میشتن و قصه همو کردن دیگه بلدیز من اینیش یک چیزی جدیدتر بود. ولی زیادتر همی یعنی استادی دولتی که هسته از نگاه علمی و از نگاه تدریسی و شیوه چیشی زیاد ما بگیم قدر خوب بود و بلدیز من خیلی تفاوت داشت واقع چی بگیم نداشت. چون امو میارات رو که مثلا تحصیلات داشته باشه خوب فرق نمونه نیمالیشی خیلی سابقه بود و حتی هم برخوردهای استادا امو کلی امو قوانینی که در اونج تدبیق می شد مثل مکتب واری بود. مثلا تو صبح باید 8 بجه ما رفتی تا 12 بجه مثل که یک شاگرد مکتب مثلا در مکتب مورن حق غیر حاضری نداشتی و نمیتونستی که از پای از این دروازه ولی پای خور برو میشتی ما رفتی از سینف به اجازه برشد نمیتونستیم؟ نه امو برخورد استادا و امرای شاگرده و دیگه یکی حتی جالبتر از یکی یونیفورم نام داشتی چیزایی بود که مثلا مثل دوره مکتب علی بود. ولی تفاوتش فقط همی بود که با مردمای جدید با اقوام مختلف مثلا از پشتون از تاجیک از 100,000 افغانستان از ولایتی دخترا و بچا سنفیای از مجدد و وقتی با هم قصه هم کردی سیم کردی کنوا چی رقم هم موچی رقمی دیگه این چیزایش تفاوت داشت خواهی نخواه و اونقدر محیط اکادمیک مثلا اگر بگیم اکادمیک انوایرمنت از رقمیشی نبود. ولی وقتی که این حال دیگه باید برم واردی دانشگاه بله دیگه دانشگاه پانتونی کاتیب دوستایی که ما رو میبینن و در کاتیب درس خواندن یا که دوستایش در کاتیب مثلا درس مخوانه در موردی پانتون کاتیب معلومات داره تقریبا بگیم که در افغانستان در بین پانتونای خصوصی در سطح بالا قرار داره پانتون کاتیب و وقتی که اونجا رفتم سطح بالا از چی نظر؟ خو از نگاه علمی بگیم از هر مثلا از نگاه علمی بچی مانا در حالی که مثلا معیار ای است نسیمانه معیاری که مثلا چی تعداد استادا دکترا داشت چی تعداد چه مثلا تافل داشت چی تعداد چه با زبان انگلیسی آموزش کرد و چی تعداد چه مقالات علمی شی در ژورنال های علمی مثل آیسای منتشر شد. خب رقمیش که در آیسای بوده باشه ما دقیق خبر ندارم ولی امو تصنیف بندی یا صنف بندی را که وزارت تحصیلات عالی سالانه انجام میداد چندین بار مثلا دانشگاه کاتیب در صدر قرار گرفت. آره شنیدم. آره از اون لحاظ کاتیب ایناله خواهی در سطح دکتران بود در سطح بالایی بود کلشان مثلا امو خودی رئیس دانشکده از ما در پانتون سنت شریف یا چی تهران درس مخوان چی خوانده در سنت شریف؟ اقتصاد دقیقا سنت شریف سار یک دانشگاهی چی است؟ دانشگاهی ویژه در ایران حتی کسای با ایکیوی بلند رو میگره حتی ایرانیار فلتر نه چی برسد به ایک افغانی ها خود تفاوت ها مثلا راجع به محیط دانشگاه کم تو رو بگیم اره خب وقتی که اونج رفتم یعنی اینج کم اگه محیط اکادمیک بود محیط واقعا اکادمیک بود وقتی که اونج رفتم یعنی حس میکردم که واقعا ما دیگه دانشگاه هم نه و دختری نیستم که مثلا دستین پیچی بیشیم و کلی چیز بلدی آدم همون تو عادی باشه عادی منظور که یعنی تو باید 8 بجه باید دستین 12 بجه باید بریم مثل یک شاگرد خوبه بابشی باید کار نظامی رقم چی باشه خب هر چی که آدم سطح تحصیلی آدم بالموره با واساس خود خورم مطابق با مچی ایار مونی ولی وقتی که آدم در سطح در پانتون دانشگاه در سطح عالی از دانشگاه موره واقعا وقتا حس مونه خود خورم کاری ما اینالی مثلا در یک سطح بالاتر از علمی آدم ها دیدیم کرکتر آدم ها فرق نه کسایی که در اونجا دیگه اونجا که رفتی مثلا آدم ها لباس منظم تر مبشن لباس منظم تر مبشن چرا خم برخورده است همراه یک دیگه شی استاد ها چرا خم همراه آدم برخورده آره مثلا آره. خیلی صمیمی مثل دوست ولی در تحصیلاتی نیمالی بگیم و دوران مکتب بگیم او رقم نیسته و دیگه ای که وقتی که در سطح عالی موری سلمونی که سنفا مثلا با مو معیاراتی که باید برقرار باشه پروژیکتور و سال چی LCD اینا تو وقتی که یک سیمینار میخوای ارائه بدی با کمپیوتر خموری در اونجی و سلاید جورمونی و ایرانی او یک حس دیگر خمی بلدی آدم میده واقعا آدم اون وقت هایی که خیلی حس منه که تو واقعا یک جایی بالاتری از علمی و او بلدی آدم یک انگیزه دیگر خمی از نظر تنوع قومی چطور بسیم شیم محیط دانشگاه؟
قومی خواه نخواه از هر قومی هسته، هزاره بگی، تاجیک بگی، پشتون بگی. ما جالبتر از همه خواهم رحمه چی بود؟ چون ما تحصیلات نیمالی خواندادم، بعضی از کردیت های از ما در اونچه قبولش داد و یک چیزای تیت پرک بود. مثلا ما مشخصا در یک سینف رفتاد نشدادم که این نیست سینف، مثلا ما در این سیمستر باید درس بخوانم. هر مضمونی که هر کردیت که در سینف جور میامد مثلا من میگرفتم. مثلا فکر کن که در فصل بهار سیمستر یک سه یا پنج هفته ما در هر یک از سینف ها درس داشتم. و روزی که هم فارغ شدم کلی هم زود دانشگاه خلاصه و پنزه اقتصاد یک کلان سنفی های از ما بود و کلگی شناخته بود و این بلدی از ما خیلی یعنی تجربیات خوب بود با دوست های مختلف با استاد ها با سنف های مختلف. خیلی کسا هم گفت تو خوب هیچ دیخ نمیری در سنف های مختلف هیچین بلدی است تنوعی دیگه از یک سنف خسته نمشی. خلاص شد؟ آره دیگه فارغ شدی دیگه نه؟ فارغ شدی دیگه کلر هم اندست کردین بول؟ دقیقا. ولی ما در جشن فراغت شرکت نکدم. جشن فراغت از خودمون؟ آه ما شرکت کردم. خشه از من هیچ جذابیت نداشت. خود درسته اینی آدم نمگه که وقتی که یک سطح از تحصیلی فکر کن لسانس رو وقتی خلاص مونی باگی که آه دیگه من می سطح رو مثلا خلاصم بالور ایلم مگه که دریای اقیانوس بیکران بگیم تو هر چقدر هم که بخوانی نمیتونی مثلا خلاص کنی. حتی اون کسایی که انگلیسی میخونم و من انگلیسی رو خلاص کنیم هیچ امکان نداره که آدم یک زبان مثلا خلاص کنه یا علم را یک رشته رو بخوای خلاص کنی. ولی خوبه یک یادواری ششونه که مثلا با دوست های خوب با استاد های خوب با فامیل خوب یک ما به این خاطر نخواندم که کلگیر مفهمه که در افغانستان علم در حوزه زبان انگلیسی تولید میشه چی اقتصاد چی علوم انسانی چی غیر علوم انسانی. مثلا اون محتوایی که موت دانشگاه خوانده مفهمی محتوای دست چندومه که از طریق ترجمه دادیس از مست رسته با دست تاخیر در نتیجه خواندن اطلاعات منسوخ شده تاریخ تر شده دست چندومی هیچ افتخار نداره. به خاطر ما شرکت نکردم. من می رفتم دانشگاه هم گفتم اگه اطلاعات منسوخ تاریخ تر شده چه پترای تاریخ تر شده مرین دمو میدین بخونید و ما خواندیم دیس سرخم بال بگیرم میگه اینا ما رفتیم دانشگاه خواندیم فارغ شدیم این آل برد که او لباس جهل خم ببشین و او کلای جهل رم بالا نست کنه. در نتیجه ما گفتم اینی هیچ افتخار نداره خاندونی اطلاعات منسوخ و تاریخ تشته و اکسپایر شده. خب وقت که در جامعه هسته که کلی چیز خیلی خوب پیش نواره کلی چیز خوب نیسته تا اون حدی که تو هم میتونی یعنی شهامت منی از فامیل خود دور میشی بخصوص دختران بارد یک جای دیگه یک سطح از علمی رو مثلا بیتنه که با پایین برسی نه خب خوبه یک یاد آوریش نشی. ما هم از چیز خوب بگیم؟ از یک سال خاندم؟ آره چه دو خب ما گفتم که ما در جشن فقط شرکت نکدم به اون دلیلی که داشتم یعنی خود شما دوستا خبرین که اطلاع این علم نه در زبان فارسی تولید میشه نه در زبان عربی تولید میشه و کمتون در زبان فرانسوی چینا اینجا تازه اینا فرهنگاش پیشرفتش تا کار مونه مردمش. حالا در حوزه زبان انگلیسی تولید میشه انگلیسی ها مردمای کسایی که در انگلیسی گپ میزنن علم رو تولید نه و باز ما فارسی زبان ها ترجمه نمیری میخوانی و هم بعد از مدت ها دادی سر از ما قرار میگیره. من گفتم که یه افتخار نداره ای که مثلا اطلاعات منسوخ تاریخ تشتر بخوانی در پایان چی احساسی با سواد بدن کنی. خود در هر روی ما خودم سه دفعه امتحان کنکور دادم. دفعه اول امتحان کنکور دادم 278 نمره به نظر گرفتم دانشگاه هرات کام نپشتم او رو نخواندم. دفعه دوم باز امتحان کنکور دادم در فاریاب کام نپشتم او رو باز نخواندم و در نتیجه رفتم کابل در دانشگاه ابن سینا ارتباطات و رسانه خواندم. یعنی یک تجربه بسیار خوب بود خصوصا دانشگاه ابن سینا که در کابل هستن بخش علوم انسانیش خیلی خیلی آدمای فعال داشت مثل محمد جواد سلطانی که بینخشین علی امیری محمد امین احمدی نیا استادای بود که ما رو درس میداد. یک تجربه متفاوتر بود در ابن سینا دیگه یعنی بود دمو چیزی که ما خواندم دیگه چی چیزی اضافه کنم؟ تفاوت ها رو که میدیدی مثلا در اونجی در محیط اکادمیکی یک محیط اکادمیک بود از این جهت که خیلی بحث های اکادمیک مطرح شد گپای علمی و بزرگترین تفاوتی بود دو چیزی که روز اول ما در ابن سینا آشنا شدم که خیلی با تربیت قبلی از ما تفاوت داشت اویی بود که ما یک بچه دهاتی با پوشش دهاتی با روحیه دهاتی یعنی کم جرأت کم روی و کسی که زیاد در جمع و جماعت نبوده
چون در اینجا قاعده ای است که تو همیشه باید فاصله خود را با خانوما، خصوصا خانومای فرات از فامیل باید حفظ کنی. وقتی ما روز اول در ابن سینا رفتم، سال کدوم که بچا و دخترا دو میز گیرد که است ششته چای مخره و خیلی بلند بلند میخنده. ما هم تازه گوشه اینا رو سعی میکردم. پسانا عادی شد دیگه، رفته رفته کلگی در همو کافتریای دانشگاه میشیشت و قهوه میخورد، چای میخورد، بعض وقتا به خینان میخورد، قصه میکرد و خیلی کیف میکردی که تو با دخترها، با خانمها، کسایی که قبلا با آنا هیچ گونه تماس نداشته دی در اون جمهوری میشی گپ میزنی راجع به خیلی خیلی خیلی, خیلی گپای مهم مهم، فلسفه، ادبیات، جامعه شناسی و ای که تو مثلا ارزش های اجتماعی از خود رو نقد مونی خیلی مزه میده. مثلا ما یک جمع جماعت بودی که همیشه راجع به ارزش های اجتماعی از خود گپ میزدی و هیچ در نظر از ما نمیمد. اون زمان تازه کم کم کتاب میخواندی. از اون جهت یک تجربه متفاوت تر بود. مسئله دوم تنوع قومی در دانشگاه بود که چون کابل هرچند این مال هم یک جامعه موزاییکی هسته، این یک جامعه موزاییکی، جامعه موزاییکی جامعه رو میگه که گروه های قومی در حلقه های قومی خود رو جمع باشه. مثلا برچی هویت هزارگی داره، شمال کابل کتل خیرخانه تاجیکا هسته، طرف های شرق کابل مثل اوتخیل پشتنا هسته، طرف های جنوب نزدیک های لوگر باز پشتنا هسته. یعنی همچنان یک جامعه موزاییکی هسته کابل، ولی در صنف تو نبود دیگه. تو وقتی که ما رفتیم مثلا در صنف از ما پشتنا هم بود، تاجیکا هم بود، در اون صنف. آره و یه خاطره جالب خود نقل کنم؟ آه چرا نقل کنم. چون در دانشگاه خود هر لحظه شو وقت کدام فارغ موشه بلدی آدم واقعا خاطره یه و هر لحظه شی، ولی بعضی هایش واقعا بلدی آدم دیگه رقم خاطره دیگه رقمی ممنه. سمستر 6 بود به نظرم، آخرای امتحانا بود، تقریبا امتحان خلاص میشد و زمان که امتحانای خزانی خلاص میشد ما زمستانش میامدم خانه دیگه. یک دوستم بود مار گفت که نسیمه تو در روف لالی زنگ دی، روف هم تازه هم کمره رو خرده، گفت کمره رو بگیر ریک نه عکس بگیر هم زیر روزای آخر باز ما گفتم خواست یه مشکلیه. در روف زنگ زدم، روف کمره رو ریکت دیگه. خوم روزی آخری بود که امتحانا خلاص شد، قرار بود که عکس مکس بگیری. دوست آخرم گفتم خب بایدی ما کمره میرم عکس مکس بگیری. خواه دیگه کمره داخل بیک بود، دستش ها نیمه باز، اما خالی اگدان دروازه که تلاشی اونه و کاردار سل مونه خود تقریبا شناخته شد دیگه. چندین سال بود که اونجا درس مخواندی، باز امور قدر اعتماد داشت، فقط کارد سل مکد مکد برد دیگه. باز ما وقت که امادم کارد نشان دادم، او دیگه سل نکد بایگم را مثل روزای دیگه واری کت بر، متوجهم نشد که کمره یه. ما از این خبر نداشتم که یک نفر، یک محصل نمیتونه که کمره شخصی بدون اجازه، بدون هماهنگی اداره من بعد محیط دانشگاه اش عکس برداری کنه دیگه نه. خب من خبر نبودم از این موضوع، هدف می نبود که چی مخالر نه دلجی کنه مرتیر کنه دیگه. اون متوجه نشد، ما هم به فکر نرسید رفتم خود داخلی محیط پانتون، داخل اولیش یا تا داخل خودم ساختمان روبروی روابط عمومی کلا عکس گرفت با دوستای خود دیگه. لحظات آخر ما دی پاس روی اولی بازم اون عکس می گرفت. کمره دیدی یک از بچه‌ها سنفیایم بود در روی اولی مرقم عکس می گرفت. یک دفعه سعی کردی که امو گردای دن دروازه که اصلا متوجه شدن اما طرف از ما، اما دی بچه رو کمره رو زید چی گرفت دقیق هم نمانه سلی هم زد که یا نه، ولی هم زیخنج گرفت دیگه. همه تو قار دیگه که کمره است که یا با چی حق بدون اجازه شما آوردین دیگه. از پاس خما رفتم پیش گذم کمره از مایه خالی دن دروازه رو خواست، گفت تو چی رقم تلاشی مینی که کمره از پیش تیر میشه تو اید متوجه نمشی. خالت از مازه کرد، گفت خب هم یکقدر چی کردی تو، هم یکقدر ما اعتماد که سر از تو داشتم. گفتم ما چی خبر داشتم، بخدا از این موضوع خبر نداشتم، هدف می نبود خدای نکرده قوانین رو نقض کنم و بدون اجازه بدون هماهنگی برم. خب خلاصه ای که خیلی جنجال شده مونجی کلی هم زمان حاصلات داری پانتون، خلاصه جمع شده چهار طرف از ما سعی میکرد و اون لحظه خیلی بلدیم چی بود دیگه. جالبتر از این که قرار شد که گفت کمره رو ضبط مونی میگری پس هم نمیدی و سر شما جریمه وزمونی دیگه. خوی بچه ها سیم فیاز میکم چی شد، گفته مردم غیرتی شد دیگه، نخواست کم این چیش نمار، گفت خیلی شما برون برو مو مسئله رو حل مونی دیگه. امرو از آمد گبزده آخر در برون اولی ویدی که زب سماد کمره را بود، گفت بخاطر که خبر نبودیم از او خاطری بار آخر شما باشه دیگه. دیگه اون روز بود خلاصه عکس هم گرفتی، ولی تقریبا کام شما هم تلخ شد. ولی رفتار گارد دانشگاه با بچه در محیط اکادمیک ای که باید از یخن چه بگره
به زبان تهدیدآمیز خشونت قچی گپ بزنه، یک رفتار ناانسانی، اونا درست آموزش ندیده. خب دیگه بس رفتار یک چیزی بود که قاعدتا نباید در محیط اکادمیک تو محیط رو ناام جلوه بدی، از زبان خشونت و زور گپ بزنی و تعرض کنی به جان یک نفر دیسخ بزنی، کاری غلطه نه؟ صد در صد. یعنی مانایش یه که هدف از ما واقعا دیر نبود که ما از پیش حالا رو تیر کنم بگیم بگون اجازه. اگر رو کمو بود مثلا ما حتی در محیطی روی اولی عکس نمیگرفتی، بعد هم رش گفتی میتونی یک سال دانه و دانه سیل کنی. در هر حال یعنی که وا درست آموزش ندیده، یعنی آدم های غیر حرفه‌ای بوده، بی سواد و برخلاف. ما در ابن سینا بزرگترین دستاوردی که فعلا میتونم بگیم این بود که ما با کسی اونجا آشنا شدیم، با استادی به نام محمد جواد سلطانی که او استاد شاید تعداد زیاد چم بینشین در ابن سینا مدیر مالی و اداری بود که از زمانی که ما با او آشنا شدیم او ما رو وادار به انجام خیلی کارا کرد و خیلی سر از ما سخت گرفت و خیلی هم کار کرد سر از ما. یعنی اگر که ما بگیم جدای از او چپتر میپتر و دیگه و دیگه، استاد سلطانی بزرگترین یعنی بزرگترین دستاوردی بود که ما به رسیدم. و یکی دیگه ای که تغییراتی که در باور آدم میره، مثلا میرم از نسمه پرسان کنم، تغییراتی که در باور و در برداشت آدم میره دانشگاه، تو وقت قبل از اینکه وارد دانشگاه شنی یک انسان دیگه ای، منظور از یک انسان دیگه ای که باورهای دیگه داره که فرق مونه با زمانی که تو وارد محیط دانشگاه میشی. مثلا تو خود خوره، محیط خوره و جهان خوره حتما متفاوت تر از زمان مفاهیمی که وارد دانشگاه نشدی. اگر تو خیلی خلاصه در این مورد بگی من خیلی خوشحال میشم، بخاطر که ما انتظار دارم که این تغییر رو باید در تو ایجاد کنی. خب دقیقا وقتی که قبل از اینکه دانشگاه بری در محیط اکادمی که بالاتر بری، تو یک چی یک آدم بسیار عادی هستی. عادی هستی بله. و یعنی فکرهای تو در مقابل افراد دیگه خیلی پایین تر است. وقتی که بالاتر مالی تو میبینی با چی آدم هایی مثلا هستی و استادایی که سر از تو تأثیر گذاره و چقدر آدم هایی هست که دست توی بالای از علمی رسیده، ولی دستو چقدر انگیزه بخشه و دستو چقدر الهام بخشه دیگه. این تغییرات در کل بلدی آدم میره از هر نگاه بگی، اما رقم از نگاه علمی بگی، از نگاه افکار بگی که تو در جامعه خو چه رقم برخورده کنی با دیگر ها، و یعنی این تقرار دادم میره دیگه. وقتی که من قبل از اینکه مثلا در دانشگاه بروم، یک کسی بودم که امی قصد محدود فکر میکردم که من یک رشتر بخورم یک وظیفه مثال خیلی عادی بلدیخ پیدا کنم، و این مقدر فکر میکردم. حتی در جاوریک بودم فقط میگفت من خدا یک روز شونه که من برم کابل فقط پنتون بخوانم. نفهمیدم پنتون مثلا چی یک محیطی هست و تو باید چه رقمی درس بخوانی و چه رقمی با آدم ها برخورد کنی، با یعنی دید تو در مقابلی مثلا جهان و در مقابلی افراد دیگه چه رقم باشد. خواه ما بخواهم کمی نمیرم بگیم و او یکی دانشگاه تغییرات بسیار گستردر دادم میرم مشود برازی که آدم واردم زی محیط دانشگاه واقعا شونه. مثلا منظور از من یکی هنال نسیمه تو خود خوره، جهان را و محیط اطراف خوره بر مبنای چی چیزی ارزیابی نی؟ اینی چی امکانهای بخشی است میده که تو در مورد چی فکر کنی؟ خود دو را وجود را، یکی بر مبنای فکت است، یافته های علمی است که قابل آزمایش و تجربه است، یک بار بر مبنای حدیث و روایت و داستان و اسطوره و افسانه. به نظر مهمترین تغییری که دانشگاه دادم میره ایه که تو را رابطه را با حدیث، با افسانه، با داستان، با اسطوره های غیر قابل اثبات شده رابطه تر قطع مونه و تو بعد از او خود خوره و جامعه را بر مبنای یافته های علمی ارزیابی نی. مثلا فقر، بیکاری، بیخانمانی، احتیاط، فرار مغز ها که در افغانستان وجود داره محصول چی چیز است؟ آیا محصول عمل انسانه یا نه ناشی از اراده خداونده؟ اگر تو بر مبنای حدیث و داستان روایت فکر کنی، فقر یک نوع مشیت الهی، یک نوع آزمون الهیه. اما اگر که علمی فکر کنی، مگه نه، فقر در نتیجه کمکاری و در نتیجه محصول دست انسان است. بزرگترین تغییری که دانشگاه باید بیره و دادن میره ایه که تو جهان را نه بر مبنای روایت ها، نه بر مبنای داستان و حدیث، بلکه بر مبنای یافته های علمی ارزیابی نی. این تغییر خیلی یک تغییر فوق العاده است به نظر.
بله، ما اینی اگر که بزرگ تغییره که دانشگاه از مورد اینمی بود که رابطه از مورا با خیلی توهمات برید، قد کرد قیچی زد و دیگه هرگز ترمیم نشد. بله خوشت بر بگرده به یکی کدام رشته رو میخوانید، چون رحمت کسه عمر خم خوش چی گفت رشته رو خوانده که کلن با آدم ها با جامعه آره با این چیزا خوانده و تحلیل های خیلی خوب مونه. عمر خم هر رشته فرق مونه و دیدگاه آدم ها فرق مونه دیگه، خواهی نخواهی حتی تو وقتی که از یک منطقه در یک منطقه دیگه موری حال هوای دیگه میشه، یک فکرای دیگه مونه، قبلا در اون محیطی کسته معلومات در اون مورد دیگه مثلا نداری و این تغییرات رو بخواهی نخواهی میره. خب در پایان نسیم هم یک چیز اضافه کنم، خواهی نیم پایان ویدیو و تمام. امروز ما و نسیمه جای روف خالی چون بازار رفت دیگه، گپا ممکنه کم سرد شده باشه از یکی هم موضوع بالکل دیگر رقم بود. خب خیر، در هر حال اگر خسته هستین ببخشین. دیگه اینی بود از ویلاگ امروز. ما و نسیمه دنزی آفتابی گرم زمستانی ششتیم، آوجوش خوردیم، قصدیم در مورد یکی کی بودیم، چقدر درس خواندیم و سطح سواد خرز یا بگده نمیتنیم، یکی چقدر درس خواندیم در روی ورق دیگه. خوشحالیم که قد از ما هستیم و بسیار زیاد خوشحالیم دیگه. ما گپ دیگه ندارم، گپ آخر باشه بلده نسیمه. دوستا امیدوار هستم که شما بتونین به او آرزوها و موفقیت هایی که یعنی واقعا در دل شما است بتونین به او برسین و این جز تلاش کردن هیچ جای دیگر نداره و امیدوار هستم که شما او تلاش کنین و به او سطح هایی که میخواین برسین انشاءالله برسین. وقت چیم خوب و خوش، خداحافظ. آره وقت چیم خوش، خداحافظ شیم و همیشه سرخوش باشین.